صبح زود سانتا از خواب بیدار شد. صورتش رو با شبنم‌ها شست و یه صبحونه خورد و تنه درخت رو گرفت و آروم آروم لیز خورد تا رسید به پایین درخت. وقتی رسید به پایین درخت آروم پاشو گذاشت زمین. چه نرم بود. به بالا نگاه کرد. شاخه‌ای که روش نشسته بود از این پایین چقدر دور و خوشگل بود. داشت با خودش فکر میکرد نکنه اشتباه کرده که جا به اون خوبی رو ترک کرده که یه چیز تیز رفت تو پاش. از جا پرید و محکم دوباره تنه درخت رو گرفت و داد بلندی زد. آخ! ای وای! اشتباه کردم. اصلا نباید میومدم روی زمین. جوجه تیغی سرش رو از لای تیغهاش بیرون آورد و گفت ببینم به کسی که نخوردم. سانتا همینجوری که پاشو به تنه درخت میمالید تا دردش کم شه و محکم درختشو گرفته بود گفت بله به من خوردی، خیلی هم تیز بودی. داره میسوزه. جوجه تیغی نشست و پاها و دستاشو باز کرد و گفت نگاه کن، از این ور تیغ ندارم اما پشتم پر از تیغه. البته کسی اینو نمیدونه، هیچکی تو جنگل نیست با من تیغ تیغی دوست بشه و بازی کنه. سانتا آروم پاشو روی زمین گذاشت و آهسته رفت طرف جوجه تیغی و گفت از این ور میام پیشت که تیغات به هم نخوره. نه من از جام تکون نمیخورم. نه ترس، مواظب و اشتباهی تیغام بهت نخوره. سانتا نشست جلوی جوجه تیغی و با ناراحتی گفت منم دوستی ندارم، آخه من بالای اون درخت بودم. سانتا برگشت که درخت رو به جوجه تیغی نشون بده. دید از این پایین همه ی درختای جنگل مثل همن. تنه های چوبی بزرگ و زمختی که از یک سمت توی زمین و خاکن و از طرف دیگه تا آسمونا رفتن. همشون قهوه‌ای و سبزن، پر از برگ های ریز و درشت خوشگل. اسم من جودیه. اما تا حالا کسی صدا نکرده. آخه برای چی جودی؟ آخه کسی نمیتونه به هم نزدیک بشه که اسممو بپرسه و من بهش اسممو بگم باش دوست شم. چه جالب جودی، اسم منم تا حالا کسی صدا نکرده. خب اسم چیه؟ سانتا آروم آروم به جودی نزدیک شد. سانتا. جودی دستش رو به طرف سانتا دراز کرد و دستش رو گرفت و آروم گفت جودی هستم، دوست خوبم. جودی دستش رو برد پشتش و از روی تیغاش یه قارچ در آورد. گفت بیا سانتا قارچ خوشمزه بخور. اصلا صبونه خوردی؟ بله خوردم، اما بدم نمیاد ببینم قارچم چه مزه‌ایه. جودی و سانتا با هم دیگه قارچای خوشمزه رو خوردن و بعدش جوجه تیغی گفت ما جوجه تیغی های رسمی داریم. رسم؟ رسم یعنی یه قانون، یه چیزی که از زمانهای گذشته هست و مادر پدر رو به بچه هاشون میگن و بچه ها به بچه هاشون. خب چه رسمی؟ وقتی با کسی غذا میخوری اون میشه دوستمون. دوست شدن چقدر آسونه. آره خیلی آسونه، اگه بلد باشی چطوری به یکی نزدیک بشی. خب سعی میکنم بقیه رو هم خوب بشناسم و بفهمم چطوری باهاشون صحبت کنم. بهشون نزدیک میشم که بتونم دوستای زیادی واسه خودم پیدا کنم. خب سانتا حالا بگو چرا از درختت اومدی پایین؟ میخوام برای دوستم بالای درختم یه خونه درست کنم، اما نمیتونم برای یه پرنده چطوری باید خونه بسازم. یکی اون برای جنگل هست، دانای جنگله، جواب همه سوالا رو میدونه.
جودی بلند شد و راه افتاد و سانتا هم کنار جودی راه افتاد و سعی میکرد یه جوری راه بره که تیغای جودی بهش نخوره. جودی، میشه منو ببری پیشش؟ حتما اون میتونه بهم کمک کنه. خونش خیلی دوره، باید از رودخونه و گندمزار رد شیم. نزدیک کوهستان دم کوه، خونش اونجاست. اون حتما میدونه چطوری واسه دوستت آشیونه بسازی. آشیونه؟ به خونه های پرنده ها که بالای درخت میسازن میگن آشیونه یا لونه. من با این پاهای کوتاه این همه راه نمیتونم بیام. من خیلی زود خسته میشم. حالا چطوری واسه مانیکا لونه بسازم؟ یه حیوانی هست که میتونه به ما کمک کنه. چه حیوانی؟ یه کانگورو. کانگورو؟ کانگورو پاهای بزرگی داره که روشو میپره و با جهش های بلند میتونه ما رو برسونه اونجا. این تازه کانگورو یه کیسه بزرگی شکمش داره که میتونه تو رو بذاره توش. باشه، پس بریم پیش کانگورو. داریم میریم پشت اون بوته ها. کانگورو ها کنار برکه حموم میکنن. حموم؟ سانتا، تو حموم هم نمیدونی چیه؟ نه، نمیدونم. بیا، پس معلوم حموم نیاز داری. خیلی راه رفتن. سانتا هم کثیف شده بود، هم خیلی خسته بود. روی زمین نشست تا کمی استراحت کنه. که از پشت بوته ها صدای خنده و بازی یک سری حیوان اومد، اما سانتا نمیتونست ببینتشون. سانتا بلند شد و پشت جودی آروم از لای بوته ها رد شد تا رسید به یه برکه بزرگ که دورش و توش پر بود از حیوانای مختلف که داشتن آب بازی میکردن. فیلهای بزرگ با دماغاشون روی بقیه آب میریختن. پرنده ها بالهاشون رو روی پشت بقیه می کشیدن و با نوکاشون پشت حیوانای بزرگتر نوک می زدن. یک سری از حیوانا توی برکه بودن و یه عده هم دور برکه. سانتا تا حالا همچین منظره جالبی ندیده بود. اون هیچ وقت این همه حیوانای جور با جور رو یک جا ندیده بود.